سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از چنل من. امروز اومدم بهتون یکی از نوستالژی ترین روش‌های کسب درآمد رو معرفی بکنم. احتمالاً هممون این روش رو دیدیم، حالا چند سال پیش خیلی ترند شده بود، مثل الان که مثلا نات کوین ترند شده. چند سال پیش هم این روش ترند شده بود که آقا یه پلتفرمی هست، یه روش کسب درآمدی هست که با حل کردن کپچا میاد به ما پول پرداخت می‌کنه. کپچا همون تاییدیه هایی که ما تایید میکنیم، ربات نیستیم، که خب خیلی روش جالبیه و درآمد واقعا بدی رو هم به ما نمیده. یعنی درآمدیه که آقا الان سالهاست همین یه دونه سایتی که میخوام روز بهتون معرفی بکنم داره کار میکنه و سالهاست هم یه درآمد مشخصی رو داره به کاربرش پرداخت میکنه. هیچ بالا پایینی هم نداشته، هیچ حاشیه ای هم نداشته. دوستان حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نکنید. همونطور حسابی گرم بدون معطلی بزنیم سراغ آموزش امروزمون. خب بچه‌ها، لینک پلتفرم و سایت تو کپچا رو من براتون میذارم توی دیسکریپشن. میتونید خیلی راحت روش کلیک بکنید و واردش بشید. زمانی که وارد سایت میشید یک همچین فضایی رو میبینید. نوشته که دو تا روش داره. ببینید سایت خیلی ساده است، یعنی کلا همین صفحه رو داره. گفته که work for تو کپچا. گفته که آقا شما میتونید برای تو کپچا کار بکنید یا بیایید مشکلات کپچاتون رو حل بکنید، که ما با بخش همین ورکش کار داریم. اما برای اینکه بفهمیم آقا چرا داره به ما پول میده، چرا یه پلتفرم میاد به ما پول پرداخت میکنه بابت حل کردن کپچا، یعنی ما حل بکنیم، تایید بکنیم این تاییدیه های ربات نیستم و هی بزنیم و چرا باید به ما پول بده. ببینید دلیلش رو اینجا برای ما نوشته، چون که خیلی از حالا پلتفرم‌های مختلف، سایت‌های مختلف مثل گوگل، حالا گوگل یکی از معروف‌تریناشه و هزاران سایت هستن که از این تاییدیه‌های من ربات نیستم دارن، که این تاییدیه‌ها نیاز به حالا دوباره یک سری تاییدیه‌های دیگه داره. اون تاییدیه‌ها از کجا میاد؟ چقدر تاییدیه تو تاییدیه شد بچه؟ اون تاییدیه‌ها از کجا میاد؟ از اینجا که مثلا میاد میگه که آقا من 1000 نفر باید برن این کپچای منو تست بکنن، ببینم که آقا این 1000 نفر میتونن این کپچای منو درست حل بکنن. یه چیز عجیب و غریبی ننوشته باشم که آقا کسی که واقعا یه حالا IP که واقعا ربات نیست هم نتونه اینو حالا به مشکل بخوره، یا مثلا یه وقت یه رباتی نتونه بیاد اینو حل کنه، این مشکلات باید بهش بر بخوره. حالا اون فرد و اون شرکت میاد پول میده به این سایت، میگه آقا مثلا بیا این 100 دلار برای تو، این 10 تا کپچای منو یه تست بکن ببین چه جوریه. اون 100 دلار رو میاد پخش میکنه بین افرادی که این کپچا ها رو تست میکنن و خیلی راحت میتونیم از این طریق پول به دست بیاریم دوستان. و این قسمت هم که نوشته که برای افرادیه که حالا کسب درآمد میخوام بکنن، که گفته که شما میتونید از خونتون کسب درآمد بکنین، اینستنت پیمنت داره، یعنی پرداختیاش آنی هستش و ایزی تو استارت، خیلی راحت میتونید کارتون رو آغاز کنید. خب پایین تر که بیایم، داره به ما میگه که اوتو کپچر سولور کاستومر آنلاین استاتیک، میگه که حالا مثلا یک سری آماری که برای ما نوشته، گفته که حدودا 1 یورو بابت هر 1000 تا نرمال کپچا شما دریافت میکنید بچه ها، و 2 یورو 80 سنت بابت هر 1000 GS کپچا. بچه ها این GS فکر کنم اون جاوا اسکریپت کپچا هستش، که خب حالا نمیدونم دقیقا به چه شکلی کار میکنه دوستان. گفته که حدودا چقدر زمان میبره که هر کپچا رو بتونید انجام بدید. گفته هر کپچا مثلا 6 ثانیه طول میکشه بچه ها نرمالش. خب ببینید حالا ما بیایم یه حساب کتابی اگر بخوایم بکنیم، 1000 تاش 1 یورو به ما میده. خب ببینیم که مثلا ما چقدر طول میکشه تا این 1000 تا رو بتونیم انجام بدیم. با یه حساب کتاب ساده میتونیم بفهمیم که ما میتونیم حالا توی چند دقیقه این 1000 تا رو انجام بدیم. ولی خب حالا اینطوری هم نیست که خودش نمیشه، یعنی خودش خیلی اومده راحت توضیح داده، ولی خب همچین حالتی هم نیست، یکم کمتر یکم بعضی وقتا بیشتری همچین حالتی داره. اینجا نوشته که حالا ورکرز های آنلاینی که همین الان دارن انجام میدن کارهاشونو برای ما یک سری آمار رو نوشته. پایین تر که بیایم گفته که کپچا هیومن بایپس آنلاین استاتیک بچه. آها این دقیقاً چیزیه که ما لازم داریم و میتونیم ببینیم بچه ها، و آماری که اینجا برای ما نوشته آماری که به درد ما میخوره. این آمار به این شکل کار میکنه. حالا میریم جلوتر روش کارش و اینا رو همه رو بهتون میگم بچه ها، اصلا نگران نباشید. خب اینجا داره روش هایی که مثلا میتونید کپچه ها رو انجام بدید برای ما نوشته، که کپچه ها به چه شکلی هستش دوستان. اینجا داره یک سری توضیحاتی رو میده و اینجا گفته که API هایی که ساپورت میکنه رو برای ما نوشته و توضیحات مختلف دیگه، که این توضیحات خیلی به ما مربوط نمیشه، به خاطر همینه که من خیلی حالا روشون فوکس نمیکنم. ما با بخش همین استارت ورکش کار داریم بچه ها. این قسمت روی گزینه استارت ورک کلیک میکنیم و
وقتی که این کار رو انجام دادیم ثبت میکنیم تا صفحه ثبت نامش برای ما باز بشه. زمانی که صفحه ثبت نام برای ما باز شد، قسمت بالا ایمیل، پایین رمز عبور و دوباره رمز عبورمون رو وارد میکنیم. اینجا میگه که آقا انتخاب بکن دوست داری پولی که به دست میاری با یورو نشون داده بشه بهت یا با دلار بهت نشون داده بشه. اینجا هم میتونید با اکانت گوگلتون هم ثبت نام بکنید. اگر هم از قبل اکانت داشته باشید روی گزینه ساین این میزنید و توی بخش ساین این حالا به اکانتتون وارد میشید. زمانی که اکانتتون رو ساختید وارد یک همچین صفحه میشید. بچه‌ها اینو بهتون بگم که شما بهتره که کلا از فیلتر شکن استفاده نکنید. اینجا برای ما نوشته که شما حتی میتونید حالا بیاید و اپلیکیشنش رو هم دانلود بکنید بچه‌ها، برای اندروید، برای ویندوز یا حتی ربات تلگرامی هم داره که میتونید از طریقش همین کارو انجام بدید، ولی به جای اینکه توی سایت باشه توی اپلیکیشن یا ربات یا هر چه دیگه‌ای باشه. خب اول از همه من برم سراغ بخش استارت ورک. اینجا روی گزینه استارت ورک کلیک بکنید، یعنی همون شروع کار، برای ما نوشته که شما میتونید بیاید برنامه رو دانلود بکنید. به ما داره ریکامند میکنه، میگه که آقا بهتره که بیای از اپلیکیشن ما استفاده بکنی، این اپلیکیشن خیلی میتونه خفن تر باشه. اینجا روی گزینه استارت ورک کلیک میکنیم و گفته که قبل از اینکه بیای کارت رو استارت بکنی ما باید یه سری مراحل تمرینی رو برای تو برگزار بکنیم. اینجا میزنیم این قسمت باید مراحل تمرینیش رو بیام انجام بدیم. به ما یک تایمر 30 ثانیه‌ای میده، میگه متنی که اینجا نوشته رو بیا وارد بکن. خب نوشته expiry یه دونه space o c c o u r. خب یه همچین چیزی روی send میزنم و اینجا دوباره میگه که حالا مرحله بعدی رو بیا وارد بکن. خب مرحله بعد رو وارد میکنیم ببینیم که این دقیقا چی از ما میخوادش. ببینید خیلی ساده دیگه، باید تایید کنیم که آقا ما ربات نیستیم. آها اینجا جواب درست رو برای ما مینویسه. الان مثلا من اشتباه یه دونه ایکس اینجا وارد کردم، خب همچین ایکسی وجود نداشتش، جواب درست رو خودش برای ما مینویسه. ما میتونیم جواب درست رو کپی پیست هم بکنیم. البته این فقط برای اینه که بتونید وارد به کپچا بشید، یعنی فقط برای اینه که حالا تایید بشه که شما ربات نیستید. فکر میکنم که اینجا البته بیشتر به خاطر اینه که مثلا بگه که آقا ما روی حروف کوچیک و بزرگ هم حساسیم، یعنی اینا رو بعدن حالا مثلا توی سایت اشتباه وارد نکنی بعد ما فکر کنیم که کپچا اشتباهه، اینا رو حتما حواست بهشون باشه. خب ببینید مثلا اینجا آها یه دونه X این وسط داشت. آها البته بچه من اشتباه کردم، مثلا یک سری کپچایی رو میاره که من خودم الان نمیدونستم که زیرشون خط کشیده و میگه فقط اینایی که زیرشون خط کشیده رو باید وارد بکنی، یه همچین حالتی داره. خب حالا نمیذاره من وارد بکنم، نمیدونم چرا. من اینجا میزنم JLP5 send. خب حالا میره توی بعدی. اینجا دوباره میگه اینو وارد بکن. همینطوری وارد میکنید، 16 تا از اینا رو حل میکنید، هر مرحله یک حالا نکته جدیدی رو یاد میگیرید و بعدش هم کارتون همینه، اینا رو وارد میکنید و طبق حالا آماری که بهتون گفتم و اونجا براتون نوشتم و خودش هم بهمون توضیح داده بود، یه درآمد منطقی و نسبتا خوبی رو به ما پرداخت میکنه. و خب بخش ریکوست پی اوت رو داریم برای اینکه بتونیم پولمون رو برداشت بزنیم اگر روش کلیک بکنیم. اینجا نوشته که حالا شما باید بیاید برداشتتون رو میتونید با پیپل و حالا بانک اکانت از این چیزا برداشت بزنید، که خب با پیپلتون میتونید خیلی راحت برداشت کنید که به شرکت‌های واسطه میتونید درخواست بدید، پیام بدید تا حالا این پیپلشون رو در اختیار شما قرار بدن، داخل اینترنت سرچ بکنید خیلی راحت میتونید پیداشون بکنید و پولتون رو نقد کنید. مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردید. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحال می‌شم که کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت هم بذارید. همتون حسابی گرم و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.